سلام نازلی یا چطورین؟ این؟ بار رفتیم سراغ چی؟ سراغ محل زندگی پوتیفار و زلیخا و یوسف پیمبر و اونجا ماجراهای پشت درای بزده اینا دوستان یه بخشی از تو 19 کیلومتری قاهره مصر که اونجا رو میگن قبلا اولین پایتخت مصر رو اسمشم منفوده منف شاید هم منفیس ها شاید کسی در جریان است به ما بگه یه شهر بزرگی بود که الان آثار زیادی ازش نمونده جز چند تا روستا یکی از این روستاها اسمش العزیزی است که محل کاخ عزیز مصر پوتیفار بن روحی بوده که همون پوتیفار خودمونه 1350 سال پیش از میلاد مسیح اونجا میزیسته آره لخام اونجا بوده یه تو همین عزیزی است به اسم تل عزیز که تفرجگاه زلیخا و انبار منبار و آزوغه های توی قصر اونجا بوده اسم زلیخا میگن زلیخا راهیل بن رمائیل بوده ولو چی بگیم این تو توی کتاب های تاریخی برداشن اون زمان مثل خیلی ثروتمند بود مثلا کاخ پوتیفار خودش انزای روستا بود مکان بعدی توی منطقه زندان معروف زابیراست که بعد از دست ردی که یوزارسیف به سینه های زولیخا زد و گفت نمیخوام افتاد تو این زندان کجاست یه روستایی به اسم بوسیر بواسیر نه وجود بوسیر محل زندان هم اونجا اونجاست ولی خب در طول زمان مصر ورودیش بسته شده من کجا بوده میگن زندان زابرا 35 متر زیر زمین بوده و از اون فقط یه اتاق چهار دیواری و چندتا نقل قول روی دیوار و نهایتاً چند تا آیه قرآن که بعداً نوشته شده به جا مونده ولی خب مسیر کاملا برای گردشگران بسته است جالب بدونید اتفاقا تو همین منطقه مسجدی هم اسفی منتسب به موسی بن امران ولی منطقه رو کلا مصر فعلا دست نخورده با گذشته تا بعداً بیاد زیر روش کنه احتمالاً دیگه به نظرتون میتونه همون منطقه شهر باستانی باشه که یوسف توش زندگی کرده کسی اگه اطلاعات تکمیلی داره بر ما بزاره ما استفاده میکنیم، مخاطبین استفاده می‌کنه خیلی خوبه خداحافظ شو.